اسلام فقط با دو جمله محقق میشد: اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. این میشه مسلمان. آدم کافر، آدم یهودی، مسیحی، زرتشتی، بودایی، هر که با هر عقیده ای اگر این دو تا کلمه رو به زبانش، این دو جمله رو به زبانش اقرار کرد، این میشه مسلمان. و خصوصیات دیگه ای که هست، تا اونجا که میگن اسلام جبران کننده قبلم هست. این آقا 70 سالشه، 60 سالشه، 50 سالشه، تا الان یک رکعت نماز نخونده، معتقد به دین مسیح بوده. حالا که مسلمان شد دیگه گذشتش تمام، از حالا باید حواسش رو جمع نماز و روزش بکنه. اجالتاً اول مسلمان، بعد مؤمن. آقا غیر از مسلمانه. ایمان میگن اعتقاد به قلب است به اضافه اقرار به زبان، و مرحله سوم عمل به ارکان. مسلمان فقط اقرار به زبان میکند، هیچ اعتقادی شاید نسبت به قلب و در قلبش نداشته باشه. اما اگر شخص بنا شد مؤمن بشه، علاوه بر اقرار زبانی که میگد من شهادت به وحدانیت خدا میدم، حقیقتاً قلباً هم باید معتقد به خدای وحده لا شریک له باشه. فقط به زبان اقرار نکند که رسول اکرم پیغمبر خداست، بلکه با همه وجودش، با تمام ذرات و سلولای بدنش رسالت خاتم انبیا رو بپذیره. نه فقط بپذیره، عمل کند به اون چی که خدا گفته و پیغمبر اکرم فرموده. علاوه بر اقرار به خدا و اقرار به نبوت پیغمبر اکرم، مطلب سوم که باز آیون گفتن، ما جاء به نبی رو پذیرفتنه. اون چی که از طرف ذات مقدس پروردگار بر قلب مقدس خاتم انبیا نازل شده، اون رو باید پذیرفت. من بگم خدایی هست ولی نمازشو نخونم، خدا رو قبول کنم روزشو نگیرم، پیغمبر رو قبول کنم حرف پیغمبر رو، مخصوصا در خصوص امیرالمومنین و اولاد امیرالمومنین نشنوم، چه دینیه، چه اعتقادیه؟ آدم مؤمن اون کسیست که علاوه بر اقرار به زبان، اعتقاد به قلب هم دارد. اون چرا که از طرف خدا بر قلب خاتم انبیا نازل شده ما پذیراش هستیم. ولذا ببینید آقا، خدای متعال روزای اول اعلام رضایت از دین خودش نکرده. کی خدای متعال فرمود که رضیت لکم الاسلام دینا؟ کی؟ آیا غیر قصه قدیره؟ و آیا قدیر تا شهادت خاتم انبیا بیش از 70 و چند روز فاصله داشت یا نه؟ یعنی روزای آخر عمر پیغمبر اکرم، اون وقتی که وجود مقدس امیرالمؤمنین به عنوان ولی، به عنوان خلیفه به مردم معرفی شد، اون وقت آیه اومد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. حالا من راضی شدم. یعنی مسلمانی که ولایت امیرالمؤمنین رو نپذیرد، خدا هم از دینش راضی نیست. صریح در آیه است دیگه.
اون مسلمونی مسلمون حقیقی است که بهش اطلاق مؤمن میشه که ولایت امیرالمؤمنین رو بپذیرد. شرط عمل صالح قبول ولایت امیرالمؤمنینه، ولذا هر کس بی ولایت امیرالمؤمنین نماز بخوند، روزه بگیرد، حج به جا بیارد، بی خود به خودش زحمت داده، که نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. به منکر علی بگو نماز خود، غذاش هم که آقا باطله، به منکر علی بگو نماز خود رها کند، نماز به درد نمیخوره.